همه ساله همزمان با سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام، شیعیان در سراسر جهان به تعزیت می‌پردازند. در چنین روزی که هرگز نباید فراموش شود، مظلومیت شیعه و ائمه اطهار علیهم السلام دوباره بر جهانیان آشکار شد. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. امروز روز هشتم ماه شوال مصادف است با روز هدم قبور ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در بقیع. روز هشتم شوال که به نام روز جهانی بقیع و همچنین به همین مناسبت از سوی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی نیز چهارم تا دهم شوال هفته بزرگداشت بقیع و محکومیت تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السلام نامگذاری شده، یادآور حمله وهابیان به قبور ائمه اطهار بقیع علیهم السلام است که به حق روزی فراموش نشدنی و غمبار برای شیعه است. در این روز حوزه های علمیه و شیعیان در سراسر جهان یاد ائمه مظلوم بقیع را گرامی می دارند و در فضائل آن امامان بزرگوار مجالس بزرگ داشت برپا می کنند. بدون شک تخریب قبور ائمه بقیع اهانت به آیات شریفه الهی در ضرورت مودت و احترام و اطاعت اهل بیت پیامبر اکرم است و تاریخ هرگز این حد حرمت را فراموش نخواهد کرد. بقیع پیش از تخریب در طول تاریخ گاه به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی مثل سیل خسارت‌هایی متحمل می‌شد، ولی به سرعت توسط افراد نیکوکار بازسازی می‌شد، چرا که مانعی برای بازسازی وجود نداشت. اما پس از سلطه وهابیان بر حجاز، تخریب و ویرانی عمدی و آگاهانه حرم ائمه بقیع آغاز شد. شیعیان جهان و خصوصاً مراجع و علمای دینی پس از تخریب اقداماتی برای بازسازی و تعمیر انجام می دادند. اما مانع مهم آل سعود و وهابیون بودند که این اقدامات را بی اثر ساخته و نمی گذاشتند به نتیجه برسد. در طول دهه های گذشته برخی از مراجع تقلید و علما همچون آیات عظام سید حسین طباطبایی قمی، ملا محمد کاظم خراسانی، سید حسین طباطبایی بروجردی، لطف الله صافی گلپایگانی، شیخ حسین وحید خراسانی، شهید سید حسن شیرازی تلاش نمودند تا با روش های گوناگون از جمله قانع نمودن حاکمان سعودی نسبت به تجدید بنا و احیای بقیع اقدام نمایند. آیت الله العظما وحید خراسانی در این رابطه فرموده اند: روز هشتم شوال که روز خرابی قبور ائمه بقیه، اقامه ادا کنید و این روز را اهمیت بدید و وهابیت تمام آثار را محو کرده، آثار غزوه احد، بعد خونی ائمه بقیع، قبر حمزه سید الشهدا انشاءالله. در سالهای اخیر نیز تجمعهای اعتراضی فراوانی در سراسر دنیا از جمله توسط شیعیان آمریکا، هندوستان، پاکستان، بریتانیا و دیگر کشورها در محکومیت تخریب قبور مطهر ائمه هدا برگزار شده است. تجمع کنندگان در این مراسم ها با ابراز خشم و انزجار از اقدام شنیع آل سعود در تخریب قبرستان بقیع، توقف این جنایات و بازسازی قبور ائمه بقیع را خواستار شدند. در سال جاری همچنین علاوه بر تجمع مقابل سفارتخانه های عربستان سعودی در سراسر دنیا از جمله در بغداد، تجمع های اعتراضی توسط شیعیان عراق در محکومیت این اقدام شنیع آل سعود و درخواست احیا و بازسازی قبور ائمه اطهار در کربلا، نجف اشرف، بغداد، کرکوک، بابل، واسط،
دیوانی، مثنا، زیقار، میسان و بسوه برپاست. ساعتی پیش گفتگویی با مصطفی اکوند، مدیر سازمان شیعه رایس واچ از واشنگتن داشتم و از او در رابطه با مسئولیت شیعیان و فعالان میراث تاریخی در رابطه با احیا و بازسازی حرم بقیع و مسئولیت حقوقدانان و انجمنهای غیر دولتی و مسئولیت هنرمندان و اصحاب رسانه و مطبوعات و فرهنگ در این رابطه پرسیدم. با هم توضیحات مصطفی اکوند را ببینیم و بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام، خیلی ممنونم که وقتتون رو برای این گذاشتید که درباره بازسازی بقیع صحبت بکنیم. موضوع خیلی مهمیه، موضوعیه که هویت شیعه رو بهش تقویت میده، قوت میده، اما این هویت شیعه رو تقویت کردن مستلزم یک سری کارهای مختلفی هست که این زنجیره رو به همدیگه وصل بکنه. از سال تخریب که 1925 بوده تا به الان، به دلایل سیاسی و به دلایل دیگه، متاسفانه شیعیان نتونستن با همدیگه همکاری بکنن که بتونن راهبردی داشته باشن برای استفاده و کمک کردن به بازسازی، و به دولت سعودی نشون دادن که شیعیان میتونن در تقویت و در بازسازی و در گسترش همزیستی دولت سعودی کمک بکنن و راهبردی داشته باشن. ما اگر که در سوشال میدیا کار میکنیم، عزیزانی که در سوشال میدیا کار میکنن، این یک قسمتی از زنجیره است. اگر اونها بیان همشون در هشتم شوال بیان درباره بقیع صحبت بکنن و اعلام بکنن که ما بازسازی بقیع رو میخواییم، بیان خبر رسانی بکنن. الان شما سرچ بکنید در این تلگرام، در فیسبوک، در اینستاگرام، در تیک تاک، در تمام سوشال میدیاهایی که از زن ما استفاده میکنن، ببینید درباره هشتم شوال و درباره بقیع چند نفر صحبت کردن. ما خیلی از اینفلوئنسری داریم که اشخاصی رو داریم که فالوورای بسیار زیادی هم دارن. آیا اونا هم اومدن و همشون رو گذاشتن در هشتم شوال که درباره بازسازی بقیع صحبت بکنن؟ از اون طرف عزیزانی که میتونن بنویسن، عزیزانی که میتونن همکاری بکنن با مؤسسات مختلف، آیا ما سعیمون رو کردیم که بتونیم کمک بکنیم؟ ما به عنوان مؤسسات حقوقی و مؤسسات انسانی، با اگر جزء این زنجیره باشیم که بتونیم خدمت بکنیم و کمک بکنیم، میتونیم راهبردی داشته باشیم. الان اون نظریه‌ای که محمد بن سلمان داره درباره بی سی و درباره گسترش فرهنگی اقتصادی سعودیه، ما میتونیم به عنوان شیعیانی که تقریبا ماجوریتی، یعنی تعداد زیادی از شیعیان هستیم در منطقه شرق اوسط و میدل ایست، ما میتونیم به عنوان یک نیرو بیاییم با دولت سعودی صحبت بکنیم، بگیم که این نظریه و این رویای بی سی که شما داری که درباره اقتصاد صحبت میکنه، درباره گسترش سعودیه صحبت میکنه، ما میتونیم قسمتی از اون باشیم با ساختن بقیع. و الحمدلله در کشورهای عربی مخصوصا خیلی از عزیزانی رو داریم که اقتصاددان هستن، خیلی از عزیزانی رو داریم که مؤسسات مختلف و پولهای زیادی رو دارن که حاضرن کمک بکنن برای ساختن بقیع. و اینا اشخاصی هستن که به کشور خودشون احترام میذارن اولا، دوماً برای گسترش کشور خودشون زحمت‌های زیادی کشیدن. همین عزیزان اگر بیان و با دولت سعودی صحبت بکنن که اگر اقتصاد بیشتری رو می‌خوای، اقتصاد خوبی رو می‌خوای، بقیع میتونه برای شما پولآور باشه. خیلی حقیقی باید صحبت بکنیم. اگر بقیع بتونه برای اونها، شیعیان بتونن خدمت بکنن و بقیع رو بسازن، این به اقتصاد سعودی کمک می‌کنه. اگر شیعیان بتونن کار ایجاد بکنن در سعودیه، بسیار کمک میکنه به اکانومی سعودیه. خب اینا عزیزانی هستن که در سعودیه الان
زندگی میکنن و بعضیشون هم از نظر مالی الحمدلله قدرت خوبی هستن. ما در دولت سعودی هم شیعیانی داریم که دارن کار میکنن. فقط هممون و غممون رو برای بازسازی بقیه نذاشتیم، چون باور نداریم این هویت ماست و ما برای هویت خودمون باید دفاع بکنیم، از هویت خودمون باید دفاع بکنیم. ما در مؤسسات حقوقی و انسانی میتونیم یک بار کوچیکی رو برداریم، این ذره ها اگر با هم دیگه جمع بشه، این کارهای کوچیک، حالا اگر سوشیال میدیا هست، اگر نویسنده ها هستن، اگر توی میدیا هستن، اگر توی دانشگاه هستن، همه و همه و همه با هم دیگه کار بکنیم و برای پیشرفت و برای ساختن بقی هم اطلاع رسانی بکنیم، هم کارهای مختلفی رو جلو بیاریم و که بتونیم راهبردهای مختلفی رو جلو بیاریم که بتونیم به اقتصاد سعودی کمک بکنیم. ببینید، بذارید کنار که دولت سعودی یا خوب هست یا بد هست، ما الان یه جایی رو داریم به نام بقی، میخوایم اینو گسترش بدیم، چون شیعیان ما اولا هویت خودشونو بتونن ثبت بکنن، در این حال بتونن به همه بگن بقی کجاست و چه که عزیزانی در اونجا دفن شدن و چرا برای ما مهمه. وقتی بتونیم اینا رو با هم جمع بکنیم، میتونیم صدامونو بیشتر بکنیم. ما با کسی جنگ نداریم، درسته؟ پس باید کمک بکنیم که عزیزان ما، عزیزان شیعه ما در سعودی عربیه سرشون رو بالا بگیرن، بگن برادران و خواهران ما در کشورهای مختلف کمک کردن که ما بتونیم هویت خودمون رو داشته باشیم و بتونیم از هویت خودمون دفاع بکنیم و ما به عنوان یک هموطن سعودی میتونیم در ارتقا و در بزرگ شدن سعودیه از نظر فرهنگی تاثیرگذار باشیم. این هاست که هویت ما رو نشون میده و ائمه ما هم همه و همه و همه به ما این رو یاد دادن، با مسالمت آمیز بودن و با کمک کردن و ارتقای فرهنگ و ارتقای دولت خودمون، کارهایی که در کشور خودمون انجام میدیم، میتونیم به جاهای بالایی برسیم. اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم، راحت میتونیم کارمون رو جلو ببریم و میتونیم به زودی انشالله بقیه رو بازسازی بکنیم.